برای شخص من به عنوان یک پناهنده سیاسی کرد و کویر طبیعتاً intersectionality یک موضوع مبحث مهم از زندگی من هستش و چیزی که به لحاظ شخصی تجربه کردم این که هرچند که از یک طرف در نتیجه ستمها و تبعیضهای مکرر شرایط زندگی و فعالیت سیاسی برای فرد یا برای خود من سخت‌تر خواهد شد در این جامعه امروزی به لحاظ سیاسی و یا در گذشته، ولی از طرف دیگه یک پرسپکتیو و یک نگاه عمیق‌تری در تحلیل در واقع ستم و تبعیض به من داده که تونستم اون رو وارد فعالیت‌های سیاسیم بکنم و بر اساس اون مسیر فعالیت‌های سیاسیم رو مشخص بکنم. مورد دیگه‌ای که شاید مهم باشه و این رو از تجربه شخصی میگم در بحث intersectionality برای یک فرد، پیدا کردن فضاهای امن چه به لحاظ شخصی و دوستی و چه به لحاظ سیاسی هستش. یعنی که اگر من بعد از سالها زندگی در کشوری مثل ایران تحت خفقان و سرکوب و انکار به آلمان میام به عنوان پناهنده سیاسی، شاید در نگاه اول پیدا کردن فضاهای کویر در این شهر برلین برای من بسیار خوشایند بود، ولی پس از مدتی که وارد این فضاها میشی متوجه میشی که بحث‌های دیگری در کنارش مثل راسیسم یا کلاسیسم میتونه در واقع اون فضای خوشایند رو برای تو تبدیل به یک فضای ناخوشایند و ناامنی بکنه. همین تجربه رو میتونم به عنوان یک کرد در جامعه ایرانی داشته باشم. در مورد اون بخشی از کار من که در واقع از طریق پروژه کام این در قانون پناهندگان سیاسی ایران هستش، ما اونجا سعی میکنیم که حساسیت و آگاهی رو در مورد موضوع LGBTIQ در واقع در بین همکاران مجموعه و همچنین مراجع کنندگان به ما بالا ببریم. از طریق به کار گرفتن ادبیات مناسب در بروشورهایی که منتشر می‌کنیم، یا اگر از بین مراجع کنندگان ما کسانی علاقمند هستند که بیشتر در مورد این موضوع بدونن، ما از طریق برگزاری ورکشاپ و حتی مشاوره‌های شخصی به اونها این امکان رو میدیم که حساسیت و آگاهی خودشون رو در مورد موضوع کویر بالا ببرند.